سلام به شما ایرانی های عزیز، سلام به هموطنان گلم، سلام به همه خانواده های ایماندار، سلام به دخترها، سلام به پسرها، سلام به مادرها و مادر بزرگها و پدرها و پدر بزرگها. چقدر دوستتون دارم و خداوند امروز رو مهیا کرد که بتونم با برادرانم، با خواهرانم، با ایمانداران بتونم صحبت کنم. نمیدونم، شاید بین شما عزیزان کسایی هم باشید که هنوز قلبتون رو به مسیح ندادید، ولی خدا شما رو هم دوست داره و از دوست داشتن خداونده که من هم شما رو دوست دارم، حتی کسایی که هنوز به مسیح ایمان نیاوردن. و امروز پیامی خیلی محکم، خیلی قوی، خوب گوش کنید، خواهش میکنم. خوشحالم که اومدم به خونه هاتون و خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم. من کشیش رضا پزشکیان هستم و اینجا مینیستری کلیسای پادشاه ابدی در امریکا. عزیزانی که بخوان حضوری بیان آدرس میگیرن میان، و عزیزانی که اصلا داخل این استیت نیستن یا داخل امریکا نیستن میتونن از طریق فضای مجازی تعالیم ما رو ببینن و برکت بگیرن، از طریق اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و یوتیوب، و به همه معرفی کنن، به دوست، آشنا، فامیل و هر کس که میتونید معرفی کنید. امروز میخوام درباره چیز مهمی صحبت کنم، ولی اول میخوام دعا کنم. به حضور خداوند بریم تا از این کلام شیرین تر از عسل بخوریم و بنوشیم. مرسی خداوند که هستی، مرسی خداوند. ای خداوند، امروز قوت خودتو به من بده، مسح خودتو به من بده، کلام خودتو به دهان من بذار و اون قدرتو بده که امانتدار تو باشم، گوینده خوبی باشم، توپق نزنم، از خودم چیزی نگم، بته نیفتم. ای خداوند، گوشمو باز کن که از تو بشنوم و همونطوری که میشنوم بگم، هیچ چیزی سرش نذارم از خودم، فقط کلام تو باشه که به من میگی. و ای خداوند، قلب تمام شنونده ها رو لمس کن که این کلام به عمق قلبشون بشینه و ثمر بده، چون کلام تو به قلب ها میشینه و ثمر میاره، نه کلام من. پس ای خداوند، اون قوت تو بریز در این جلسه به قدرت نام عیسی. آمین. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که همیشه با ماست. امروز میخوام درباره بخشش صحبت کنم. بخشش چه چیز خوبی. امروز 7 جولای، روز بخشش در امریکا، روز بخشیدن نامگذاری شده، ثبت شده، اسم گذاری شده. 7 جولای روز بخشش، و از طرف دیگه روز جهانی شکلات هم است. روز جهانی شکلات و روز بخشش در امریکا، چون بخشش مثل شکلات شیرینی با خودش میاره. چه تصادفی، چقدر مصادف خوب شدن با هم دیگه. پس 7 جولای یادتون بمونه، روز جهانی شکلات و روز بخشش در امریکا. امروز خداوند میگه درباره بخشش صحبت کنم. عزیزان، بخشش خیلی کلمه گسترده ایه، ما فقط شاید یه مقدار ازش رو میدونیم. امروز میخواییم کمی عمیق‌تر بشیم، با همین زبون معمولی کوچه بازاری، به قول بچه های کف خیابون، میخوام با شما صحبت کنم. میدونم که موقعی که یه واعظ مثل دیگران فکر بکنه، خودشو همسد تو اونا بدونه و عاشق اونا باشه و مثل اونا صحبت بکنه، به قلب ها میشینه. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که همیشه با ماست، و خداوند این محبت رو به من کرده که من با زبونی معمولی صحبت کنم، همه متوجه بشن، و گاهی اوقاتم کمی به صورت فان
صحبت میکنم که ما را از خستگی بیاره بیرون. نمیخوام هی خشک صحبت بکنیم، کمی فان و کمی تنوع داره. بخشش یکی از کلیدی ترین واژه هاییه که در طول تاریخ ما میشناسیم. خیلی معروفه بخشش، و مخصوصا برای ما ایمانداران که فیض خداوند این زمینه رو مهیا کرد برای بخشش رایگان ما از گناه، از مرگ. واو. شاید فکر کنیم که برای ما رایگانه، ولی بخششی که خداوند در اختیار ما گذاشت، این فیضی که در اختیار ما گذاشت، برای اون گرون تموم شد. خون عیسی، خون عیسی ضامن بخشوده شدن ماست. پس هر کس که به مسیح ایمان بیاره، خون عیسی پوشش گناهان اون میشه و میتونه از بخشش رایگان خداوند استفاده کنه، یعنی فیض خداوند، و از گناه و مرگ و تاریکی و بدبختی و هر چیز بد نجات پیدا بکنه. پس نجات یه پکیجه که اولین استارت اونو ما میزنیم برای اینکه اعلام میکنیم خداوند من گناهکارم، نمیتونم با قدرت خودم نجات پیدا کنم. استارت ما میزنیم، قدم ایمان ما برمیداریم، با ایمان میریم جلو، میفهمم که خدای من گناهکارم، اشتباه کردم، تخلف کردم، اصلا ذاتاً گناهکار به دنیا اومدم، نمیتونم از گناه نجات پیدا بکنم، خداوند تو من نجات بده. پس اون کلید اینه که ما بدونیم که گناهکاریم و احتیاج به بخشش داریم، و موقعی که به مسیح ایمان میاریم به عنوان تنها نجات دهنده، فیض خداوند شامل حال ما میشه، ما بخشیده میشیم. درسته؟ پس اولین چیزی که یک ایماندار دریافت میکنه بخششه. اولون بخششو دریافت میکنه با اعتراف این که من گناهکارم، تو نجات دهنده‌ای، من نمیتونم تو انجام بده، بیا وارد زندگی من بشو. پس اولین چیزی که یک ایماندار دریافت میکنه بخشش از گناهانه. بعد از اونه که نیک محسوب میشه و خداوند اونو به چشم عدالت، اون عدالت عیسی میاد سر اون فرد، عادل محسوب میشه، نیک محسوب میشه، و بعد از اونه که گناهاش برداشته میشه. خوب گوش کنید، فیض خداوند میاد، بخشیدگی، گناه برداشته میشه و ما نیک و مطلق به حساب میاییم، و اون موقع از روح القدس میتونی بیاد در ما بمونه، خونه سکنا بگزینه در ما، اونجا ساکن بشه در ما. پس اولین چیزی که دریافت میکنیم بخششه. چقدر مهمه این بخششه که چیزهای دیگر رو باز میکنه. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که همیشه با ماست. این کلام خداونده که مثل عسل شیرینه. رضا پزشکیان شیرین زبون نیست. کلیسای پادشاه ابدی فقط طبق کلام میخواد بره. گاهی اوقات تأدیب و توبیخ هم میشه، گاهی اوقات تأدیب و توبیخ هم میکنه طبق کلام خداوند، ولی کلام خدا شیرینه. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که شیرینه. عسل، عسل، عسل ذات شیرینه، ولی شکلات رو درست میکنن، شیرین قاطی پاتیش میکنن. عسل خیلی شیرین شیرین داره و عسل فاسد نمیشه، میدونید که. خدا رو شکر. بعد از اونی که میتونه روح القدس رو دریافت کنه، پس اگر ما میخواییم به قصر پدر آسمانی ما بریم، یه راه، یه راستی، یه در، یه دروازه وجود داره که عیساست. از طریق عیسی میتونیم
به کاخ خداوند وارد بشیم. دارم روحانی صحبت میکنم، به کاخ سلطنت پدر آسمانی، فقط از طریق عیسی. و موقعی که از طریق عیسی میری، یک کادو بهت میده، بسته بندی شده، قرمزم از کادوش. ای خدای چی به من دادن؟ موقعی که از طریق عیسی به حضور پدر وارد میخوای بشی، به تو این ورودی کادو میده عیسی. اون کادو اسمش از بخشش، که تو رو از گناهانت نجات میده. یه پکیجه، پکیج بخشش، نجات. هر کسی که از این در ورود کنه اون کادو رو میگیره. کادو دست هر که دست هر که دستشه. و این چقدر جالبه. و اون کادو و اون هدیه که اسمش از بخشش از گناهان، بخشش، فیض، که باعث نجات ما میشه، دری رو تو زندگی ما باز میکنه، دری رو باز میکنه به اسم برکت، به اسم دوری از گناه، به اسم شادی، به اسم هم نوع دوستی، به اسم ثروت زمین و آسمان. این بخشش و این کادویه که ما رو از محبت خدا آگاه میکنه. ما از طریق بخششی که میفهمیم بابا چقدر ما رو دوست داره خدا، چقدر ما رو دوست داره. ما هر کاری کردیم باز اون ما رو بخشید، فقط به واسطه ایمان به پسرش. چقدر ما رو دوست داره. توی تمام جاها دشمناشون رو دوست ندارن، ولی فقط خداونده که حتی دشمناش هم که دوست داره. چون ما موقعی که بر ضد خداوند بلند شدیم، گناه کردیم، گناه اومد در ذات ما، قبل از فیض خداوند ما دشمنان خدا بودیم دیگه. برای اینکه بر علیه اون ما کار میکردیم، دزدی میکردیم، دروغ میگفتیم، بددهنی میکردیم، هیزی میکردیم، هر کاری دلتون بخواد میکردیم. بعد تازه بعضی وقتا هم کیفم میکردیم، میگفتیم زرنگ بودم تونستم، گلی به جمالم، زرنگ بودم فروختم، گلی به جمالم، زرنگ بودم دودرش کردم، زرنگ بودم قاپیدمش، زرنگ بودم تورش زدم. خیلی کیف میکردیم اون موقع. البته فکر میکردیم که ما زرنگیم. ولی موقعی که احساس کردیم، فهمیدیم که گناهکاریم، توبه کردیم به حضور اون، اون بخش حال شامل حال ما شد و این دروازه باز شد که شادی و برکت و ثروت رو ما بچشیم. اصلا محبت خدا رو از طریق بخششش میتونیم بچشیم. آخه بابا تو دیگه کی هستی؟ واقعا این بهترین جمله‌ای که میتونیم به پدر آسمانی بگیم. بابا تو دیگه کی هستی؟ من دشمنت بودم، تو منو بخشیدی. من بهت بدی کردم، تو به من خوبی کردی. من پشت سرت حرف زدم، تو به من گفتی فرزندم. من زنا کردم، تو دستمو گرفتی گفتی بیا بیرون از زناکاری. من گناه کردم، تو دستمو گرفتی. من تو کثافت غرق بودم، تو دستمو گرفتی. من در باتلاق مرگ مرده بودم، تو به من حیات دادی، تو منو زنده کردی. واو بابا تو دیگه کی هستی؟ مثل تو نیست هستم. تو بیمانندی، تو بیمانندی، او هللویا، تو بیمانندی. خدا رو شکر برای این خداوند بخشنده بیمانند. اون مذهبای دروغین الکی میگن به نام خداوند بخشنده مهربان، بعد سر هم دیگه کلا میزنن. اون مذهب دروغی که تو کشور من است، به نام خداوند بخشنده مهربان، فقط اون داستانشون فقط خوب میتونن بنویسن، عمل یخ، عمل هیچی. جوانها رو میزنن، دخترها رو با لگد میزنن، زندگیشون رو خراب میکنن، دروغ میگن، دزدی میکنن، جنایت میکنن، فحشا میکنن، فساد میکنن، زنا میکنن، سر همه رو کلا میذارن، سر خودشون رو کلا میذارن، کلا همدیگه رو سر همدیگه میزی که میگه میذارن، توی باطلاق و کثافت تو فاضلاب دارن غلط میزنن. بعدن میگن به نام خداوند بخشنده مهربان. ای خاک تو سرتون، واقعا دارین خاک تو سرتون میریزید. این خاک گور رو دارین تو سرتون میریزید. تو قبر خوابیدید، داری خاک تو سرتون میریزید که داری دروغ میگید با اسم اون مذهب دروغین تو کشور من و کشورهای دیگه.
شما خاک تو سرها هستید، خاک قبر دارین تو سرتون میریزید. توبه کنید برگردید. در توبه همیشه بازه، ولی فقط در این دنیا توبه وجود داره، در اون دنیا توبه وجود نداره. تو اون دنیا بگی که بابا جون ما رو ببخش، ما اشتباه کردیم، ما نفهمیدیم، بعد اون موقع به تو میگن اون ماما دیگه رو لولو برد، دیگه دست تو نمیاد. یعنی تو خودت لولو بودی، اصلا اون ماما رو خرابش کردی. تو اون غذایی که باید میخوردی ریختی دور، تو باید اون فیضی که شاملت حالت میشد قبول نکردی، تو اون نجاتی که باید میگرفتی قبول نکردی، تو حیاتو قبول نکردی، دزدی کردی، عیسی رو شنیدی بهش ایمان نیاوردی. توبه کنید برگردید. هر کس که در اون مذهب گذشته است، هر کس که در اون مذهب دروغینه، توبه کنید برگردید، توبه کنید برگردید. خب، کسی که محبت خداوند رو از طریق بخشش میچشه به محبت خدا متصل میشه، به محبت خدا متصل میشه. واو، چه کلمه بزرگی. و متصل شدن به محبت خداست که میتونه تلخی ها رو ورداره، بیمزدگی ها رو ورداره، دلخوری ها رو برداره، نابخشودگی ها رو ورداره. بخشش خداست که به ما محبت خدا رو نمایان میکنه، و متصل شدن به محبت خداست که قدرت بخشش رو در ما قوی میکنه که ما میتونیم ببخشیم. این امکان رو به ما میده که بتونیم ببخشیم تمام کسایی که به ما بدی کردن. بیاییم لوقا فصل 11 آیه 4 رو بخونیم. لوقا فصل 11 آیه 4 میگه و گناهان ما را ببخش، زیرا که ما نیز هر قرضدار خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور، بلکه ما را از شریر رهایی ده. کسی که بخشش خدا رو بچشه اونو یاد میگیره، اونو عملی میکنه. چون خدا ما رو بخشید، ما فهمیدیم که باید ما هم ببخشیم. این دوتا چیز چسبیدن به هم، نمیشه جدا کرد. موقعی که تو درک میکنی خداوند چقدر تو رو دوست داشت، با اون گناهکاری تو رو بخشید، به تو هم یاد میده که چجوری ببخشی با قدرت اون. اگه با قدرت خودت بود نمیتونی. البته این به این معنی نیست که اون کسی که به ما بدی کرده، جنایت کرده، تجاوز کرده، مال ما رو خورده، پدر ما رو بیرون آورده رو تایید بکنیم کارشون. نه، تایید نمی کنیم، آشتی هم نمی کنیم باش. آشتی منظور اینه که نگه قرار کنیم دیگه، اصلا باش رابطه ای نداریم، رفت آمد باش نمی کنیم. نه، ما فقط اونو از بدهکار بودن به خود آزاد میکنیم و قرضدار بودن به ما رو میبخشیم بهش. قرضشو میبخشیم ولی دیگه بهش اجازه نمیدیم که دوباره نسبت به ما قرض بالا بیاره. خوب اینو گوش کنید، بخشیدن به معنی تایید کار اون نیست. بخشیدن به معنی نیست که دوباره بریم تو دل روده همدیگه جیجی باجی همدیگه بشیم. بخشیدن این نیست که اون پدر ما رو بیرون آورد ما بزنیم بگیم که آقا بخشیدم تو، دوباره یه رای باز کنیم دوباره ما رو ببخشه. زندگی ما رو خراب کرد، به ما تجاوز کرد، به زندگی ما تجاوز کرد، مال ما رو خورد، نمیتونیم بهش بگیم حالا تو رو بخشیدم، حالا بیا دوباره ببینم دوباره میتونی کارو بکنی. نه، این نیست. ما فقط قرض اون رو نسبت به ما بدر میداریم، میگیم آقا دیگه به ما بدهکار نیستی، تو بخیر من به سلامت. دیگه اجازه نمیدیم قرض دوباره بالا بیاره نسبت به ما. کلام خداوند میگه مثل کبوتر آرام ولی مثل مار هوشیار باشیم ما. و گاهی اوقات اصلا این بخشش در حد و توان ما نیست. دیدی تالا
خیلی اوقات اصلا نمیتونیم ببخشیم. نگاه بکنید، یه چیز به شما میگم، ای واعظین، ای خادمین، بذارید روح خدا شما رو پر بکنه، مکاشفه بده. اگه هر چیزی شنیدیم همونطوری تحویل دیگری بدیم فایده نداره. شنیدن خیلی خوبه از کلام خداوند، ولی ما کپی نمی کنیم، ما تقلید نمی کنیم از هیچ واعظ دیگه. اون روح خداونده که به ما مکاشفه می کنه. بعضی اوقات این شبانها، این شاید کسایی که تازه میخوان خدمت کنن، به زور میگن آقا ببخش ببخش. این طرف میگه آقا این پدر منو کشته، با چاقو زده کشته، این دختر منو ورداشته، بهش تجاوز کرده، بعدن تیکه تیکش کرده، آخه من چجوری میتونم اینو ببخشم؟ بعد هی اون شبان میگه ببخش ببخش ببخش. هی شبان، تو اگه جای اون بودی میتونستی ببخشی؟ نمیتونستی که ببخشی. چرا علیک حرف میزنیم ما؟ آقا علیک حرف هم مگه ما داریم؟ الان پلی خودتون میگه اه این کشیش داره بر ضد کلام خداوند صحبت میکنه، خدا میگه ببخش. نه، من دارم بر ضد کلام صحبت نمیکنم، من الان بازش میکنم، ببینین دقیقا مثل کلام من دارم صحبت میکنم. اگر یه نفر به زور انسانی به ما میگه ببخش، قاتل دخترتو ببخش، ای ببخش، اون نمیتونه ببخشه. تک تک شما اگه سر جای اون بودین میتونستین ببخشید دختر جگرگوشه شما رو. دوتا جوون ور دارن تو نصف راه سوارش کنن با ماشین، ببرن بیابون بهش تجاوز کنن چند نفری، و بعد تیکی تیکش کنن، بعد جسدش رو آتیش بزنن. تو میتونی ببخشی؟ اگه میگی میتونم ببخشم، داری دروغ میگی، تو دروغگو هستی. بعضی چیزا رو ما نمیتونیم ببخشیم. تا اینجا یو شوکه نشید، الان یه متمم اضافه میکنم بهش. ولی با قدرت خداوند میتونیم هر کاری بکنیم. همونطوری که ما نمیتونستیم از شر گناه آزاد بشیم، اصلا با قدرت خودمون نمیتونستیم، رفتیم گفتیم عیسی مسیح تو این کارو بکن، با قدرت تو، قدرت تو به من بده، قدرت تو به من بده که بتونم همچین کاری بکنم. الانم به حضور خداوند میریم، خداوند این بخششو نمیتونم با قدرت خودم بکنم، ای عیسی مسیح تو قدرتشو به من بده، من اینو آوردم پخش میکنم زیر صلیبت، پن میکنم زیر صلیبت، تو اینو بردار، قدرتشو به من بده که بتونم ببخشم. اون کسی که بچه‌مو برد تجاوز کرد، تیکه تیکه کرد، کشت، آتیش زد، با قدرت تویی که میتونم ببخشم. عزیزان، محال با قدرت خودمون بتونیم ببخشیم، اصلا این امکان پذیر نیست. هر کسی اینو میگه داره دروغ میگه، داره ضد کلام صحبت میکنه. ولی کلام خدا میگه قدرت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میکند. با قدرت مسیح میتونیم، با قدرت مسیح میتونیم، همونطوری که با قدرت خودمون نتونستیم از گناه نجات پیدا بکنیم. اصلا اگه میتونستیم با قدرت خودمون از گناه نجات پیدا بکنیم، اصلا عیسی چرا آمد؟ عیسی اصلا نمی اومد دیگه، خودمون که میتونستیم دیگه. نه، خیلی از کارا رو ما با قدرت خودمون نمیتونیم بکنیم عزیزان، ولی قدرت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میکنند. موقعی که به اون متصلی، اونم در توه، شاخه جدا نیست از اون تاکش، از اون قدرت میگیری. برای همین عزیزان باید همیشه به کلام خداوند متصل باشیم، باید متصل باشیم، بدون اتصال نمیشه. ای شبانا، ای کشیشا، ای عزیزان، ای خادمین، هر روزه باید کلام بخوریم. این کلام خوردنیه، ای عزیز میدونی این کلام خوردنیه، نوشیدنیه، خوردنیه، علاوه بر این که خوندنیه، تو دنیا خیلی اینو میخونن، ولی اون پیروزی که اینو بخوره، یعنی اینو زندگی بکنه، تک تک سلولاش از قدرت کلام تقویت بشن، بعد اون موقع میتونه بکنه کار بزرگ، میتونه بکنه. مسیح میگه شما کارهای بزرگتر از من میکنید. چرا؟ چون روحی که در مسیح بود در ماست. آقا مسیح نمیگه، میگه کلید آسمان من به شما دادم، هر چیزی رو آسمون رو زمین ببندید در آسمان بسته است، هر چیزی که رو زمین باز کنید در آسمان بازه.
مسیح مگه نمیده، نمیگه بعضی از این وایزین میخوام بگن نه آقا ما میدونیم یه گوشه با میسیم دعا میکنیم حالا خدا هر کاری کرد کرد دیگه. مثلا بعضی چیزها رو خداوند میتونه بکنه، بعضی چیزها رو ما با قدرت خداوند میتونیم بکنیم. عزیز میشه که هنوز باور نداری روح خداوند در ما ساقا کنه. قدرت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میکند. مسیح گفت به تمام عالم بروید موعظه کنید، مارا رو بردارید، دیوها رو اخراج کنید، دست بر مریضان بذارید شفا خواهند یافت. به حسن علی بک نگفته، به من شما گفته که شاگردانش هستیم. پس موقعی که عیسی در ماست، خداوند در ماست، خداوندی در ماست که قادر مطلقه. اگه خدا در ماست قدرتش هم در ماست، پس با قدرت مسیح میتونیم ببخشیم. پس دیدید من زده کلام صحبت نکردم، من طبق کلام دارم صحبت میکنم. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که اون به ما مکاشفه میده، اون به ما مکاشفه میده. یکی از چیزهای دیگه که میخواستم بگم، اینو باید بگم. در حقیقت موقعی که کسی رو میبخشیم اول خودمون آزاد میکنیم از نفرت، از نابخشودگی، از تنفر، از خشم. اول خودمون آزاد میکنیم، بعد اون طرف مقابل آزاد میکنیم. امروز روز بخششه، امروز روز آزادیه، آزادی خودمون و اون کسایی که به ما بد کردن. طلبشون ما میگه بابا نمیخوایم طلب ما رو، برو سراغ کار دیگه. خدا رو شکر. کسی که میبخشه، خوب گوش کنید، البته من با این معنی زیاد موافق نیستم که اگر نبخشی خدا تو رو نمیبخشه. ما اینو وارونه گاهی اوقات میگیم. ما موقعی که بخشیده شدیم، ما هنوز کسی رو نبخشیده بودیم که، ولی بخشش خداوند انقدر قویه که ما رو بخشید. پس باید اینطوری بگیم، ما میبخشیم همچون خدایی که به ما رو بخشید و بخشیدگی رو با ما یاد داد. این به نظرم خیلی بی نقصتره. خب موقعی که ما میبخشیم، میتونیم به حضور خداوند بخشنده بیستیم. موقعی که نبخشیدیم، این نابخشیدگی اینجاست، چجوری میتونیم در حضور خدای بخشنده بایستیم؟ اون بخشنده است، ما نبخشیدگی اینجا یه قول، یه چیزی تو دلم اینقدر سنگنگینی میکنه، کینه، نفرت، نبخشیدگی. برای همینی که ما باید ببخشیم، چون در حضور خداوند بخشنده میخواییم وایستیم، به حضور اون میخواییم بریم و از اون طلب مضاعف کنیم، طلب کنیم از اون. عزیزان نباید اجازه بدیم که روح نابخشودگی ارتباط ما رو با پدر آسمانی به خطر بندازه، تا چه برسه قطع بکنه، به خطر بندازه. خب تا اینجا گفتم، یه کوچیکم درباره این میگم که یکی از بزرگترین نابخشودگی های ما نسبت به خودمونه. خیلی ایمانداران خداوند اونا رو بخشیده، ولی خودشون رو نبخشن. هر روز سجده میکنن منو گناهکار رو ببخش، منو گناهکار رو ببخش. آقا عیسی مسیح یک بار خون پرباش فدیه تمام گناهان ما شد. اگر تو هنوز فکر میکنی ایمانداری، به مسیح ایمان داری، ولی هنوز فکر میکنی خدا تو رو نبخشیده، یعنی اینو داری میگی عیسی خون تو قدرت بخشش نداشت که منو ببخشه، دقیقا دارید اینو میگید. اگه یک ایمانداری هنوز اینطوری هر روز زجه کنه، ناله کنه خدای منو گناهکار ببخش، خدای منو گناهکار ببخش، هنوز خودشو نابخشوده میدونه، این روح نابخشودگی روشه، داری میگه عیسی خون تو قدرت نداشت منو ببخش. خون عیسی پربهاترین خونه،
اون گناهان ما رو بخشید. در روح ما آزاد شدیم. بله در جسم در نفس ما اشتباه خواهیم کرد. تا آخر عمرمونم شاید ما اشتباه بکنیم. ولی روح نجات یافته ماست که حاکم ماست. اون نفس باید تبعیت کنه. چون بهش خوراک نمیدیم. به جسم و نفس خوراک نده. به روحت خوراک بده. خوراکش کلام خداونده. بهش خوراک بده واسه قوی بشه دیگه. ای ایماندار تو که به روحت خوراک نمیدی بعد همش فکر میکنی گناهکاری دیگه. خدای من به همه گناهکارم. آقا حالت خوبه؟ نه سرم درد میکنه، پام درد میکنه، بدهکارم، زنم شلوغه، اینه، اصلا نمیدونم چیکار کنم. خدا من به دادم برس. خدا میدونی اینقدر ایماندار هستن هر صبح بلند میشن خدای کجایی؟ خدای کجایی؟ اه من اصلا تعجب میکنم یک ایماندار به من میگه خدای کجایی؟ میدونی خداوند همیشه داره شما رو میبینه؟ همیشه با شماست. در درون شما روحش ساکنه. تو اونو نمیبینی. تو ارتباطت رو قطع کردی. تو دو تا چشمات رو گرفتی. آقا تو اینو بخون، چشمات باز میشه. حقیقت را خواهید شناخت. حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. این حق و حقیقت توش نوشته. موقعی که اینو نمیخونیم، عمل نمیکنیم، خواست تو بلند میشیم خدای کجایی دیگه. میدونی خدا به تو چی میگه؟ میگه فرزندم من اینجا هم، تو کجا رو داری میگردی؟ تو کجایی؟ من اینجا هم. بریم یک آیه دیگه بخونیم. هللویا، شکرت خداوند. میخوام متا باب 6 آیه 12 رو بخونم. و قرض های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. ای خدا من یاد گرفتم، تو منو بخشیدی، منم یاد گرفتم چطوری قرضداران منو ببخشم مثل تو. به همین سادگی، به همین سادگی. امروز روز بخششه. امروز روز هفته جولای روز بخشش در امریکا. اگر از کسی دلخورید ببخشیدش. اگر از کسی به شما ناسزا گفت ببخشیدش. اگر بعضی کلیک کشیشا شبانها گفتن آقا تو ما دیگه حق ندارید تو کلیسای ما بیایید، شما رو بیرون کردن، اونا رو ببخشید. 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 واسه به شما بگم. من همیشه با مثال میگم. اگر از اون بالا خدا داره برکت میفرسته و یک کانالی وجود داره که این برکت از اونجا میاد تو زندگی شما، فقط اینو باید بدونیم خداوند میخواد تو زندگی ما برکت بده و میتونه بده و میده. ولی گاهی اوقات میبینیم تو زندگی ما برکت نیست. یکی از دلایلش قشنگ اون کانال رو نگاه کن. یه بار میبینی توش یه چیزی هست، راه رو سد کرده. دست بکن اون تو اون کانال، تو اون لوله پولیکا که بخشش خداوند از برکات خداوند از اونجا میاد تو زندگیت، میبینی انسداده. جرأت بکن، دستتو بکن تو اون کانال، بکش بیرون ببین چیه. میدونی چیه؟ روش نوشته نابخشودگی. موقعی که تو نمیبخشی داری خودت اون مسیر برکت رو مسدود میکنی. نابخشودگی. اگه میبینی هبه شفا دعا میکنه، کشیش کامل دعا میکنه، سیامک زرگری دعا میکنه، رضا پزشکیان دعا میکنه، هیچی نمیبینیم. آیا همه رو بخشیدی؟ آیا نابخشودگی در تو نیست؟ آیا خودتو بخشیدی؟ آیا اون کسایی که بهت بد کردن بخشیدی یا نبخشیدی؟ یکی از اون انسدادهایی که میتونه تو زندگی ما باشه که ما برکات خدا رو دریافت نکنیم نابخشودگی. البته چیزای دیگه هم هست. خب من چقدر حرف زدم بچه هم؟ 35 دقیقه هست دارم من حرف میزنم، ولی اون چیزی که میشنوم میگم. به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقیست. کلام خداوند ازلی و ابدی، تمام شدنی نیست. محبت اون، بخشش اون، بخشش اون. و ای کسایی که هنوز قلبتون رو به مسیح ندادید،
میدونید بخشش گناه فقط در این دنیاست؟ دیگه در اون دنیا وجود نداره، در این دنیاست. پس ای عزیزان، ای عزیزی که کلام خداوند قلبتو لمس کرده ولی هنوز قلبتو به مسیح ندادی، میخوای قلبتو به مسیح بدی، میخوای بخشش خداوند شامل حالتو بشه، خداوند گناهانتو رو ببخشه، دزدی هایی که کردیم، اشتباهاتی که کردیم، گناهانی که کردیم، بددهنی هایی بذار، میخوای خداوند تو رو نجات بده. نمیدونم چقدر تاریکی تو زندگیت هست، اگر اینقدر تاریکی تو زندگیت هست، ولی فقط این که تو بفهمی که گناهکاری و احتیاج به نجات داری و به حضور خداوند بری و از اون بطلبی، اون تمام سیاهی های زندگی تو بر میداره. پس اگر کسایی که هنوز قلبشون رو به مسیح ندادن ولی همین الان قلبشون لمس شده، همین الان دست خداوند و این آتش روحش رو روی قلبشون حس میکنن، آیا میخوای نجات پیدا کنی از گناه، از دروغ، از زنا، از دزدی، از حقوق‌بازی، از دودروازی، از غیبت، از پشت سر، از فقر، از فحشا، از اعتیاد، میخوای آزاد بشی؟ تنها راه و راستی عیسی مسیح خداونده. باید قلبتو به اون بدی، توبه کنی، برگردی. آماده ای؟ هر کس میخواد به رایگانه. همین الان بخشش خداوند رایگانه. کمکتون میکنم. هر کس میتونه دعای نجات رو بر خودش بخونه. ولی من کمکتون میکنم جملات سر جاش بذارید. پس تمامی کسایی که هنوز به مسیح ایمان ندارن، هر جا که هستن دستاشون رو بذارن رو قلبشون. اون کسایی که به مسیح ایمان آوردن، اونا نجات یافته هستن، دیگه احتیاج نداره، اونا فقط از خداوند سپاسگزاری کنن. اون کسایی که هنوز قلبشون رو به مسیح ندادن و دوست دارن نجات پیدا کنن، امروز روز بخششه، امروز روز نجاته. دست بذار رو قلبه. آره با تو هستم، با تو هستم خواهر من، برادر من، با تو هستم. آره با تو هستم. دست بذار رو قلبت، با من تکرار کن. چشماتو به من، با من تکرار کن، با من بگو: ای خداوند، میدونم که فردی گناهکارم و با قدرت خودم نمیتونم نجات پیدا کنم. ای عیسی مسیح، ایمان دارم تو به خاطر گناهان من بر روی صلیب کشته شدی، در قبر نهاده شدی، ولی بعد از 3 روز از مردگان قیام کردی. ایمان دارم که تو زنده هستی، و این قدرت رو داری که گناهان منو ببخشی. از تو دعوت میکنم، وارد قلب و زندگی من بشی و زندگی جدیدی به من بدی. من تمام پیمانهای قبلی رو که با هر کس، هر شخص، هر نیروی به غیر از تو ای خداوند بسته بودم، همین الان همینجا باطل اعلام میکنم. ای خداوند، تو تنها نجات دهنده من هستی، تو خداوند من هستی. ای روح القدس، همین الان بیا وارد جسم و جان و زندگی من بشو، بیا وارد من شو و گناهان منو ببخش و زندگی جدیدی به من بده، ای خداوند، از اینکه دعاهای منو شنیدی، گناهان منو بخشیدی و منو به عنوان فرزندت پذیرفتی، از تو سپاسگزارم، آمین، خدا رو شکر. تبریک میگم به تمام کسایی که همین الان قلبشونو به مسیح دادن، همین الان بخشش خداوند رو تجربه کردن، چشیدن،
با اعتراف نیکویی که کردن. کلام خداوند میگه به قلب ایمان میاریم برای عدالت، به زبان اعلام میکنیم برای نجات. اون چیزی که در قلبت بود تو به زبان آوردی، تو نجات یافته هستی، تو نجات یافته هستی. برو کتاب، برو گنج نامتو بخون، ببین چه حقی داری. این تو این حق ایماندار نوشته، این گنج نامه است. برو بخون ببین چه حقی داری. آیا ضعیفی یا قوی؟ اون که در تو زندگی میکنی کیه؟ قدرتش چقدره؟ چقدر توانایی داره؟ چجوری میتونی از قدرتش استفاده بکنی؟ آیا میتونی یا نمیتونی؟ بله که میتونی. هللویا راپاسیکا ماماسیکارارانا. هللویا، شکرت خداوند. این بود روزی که خداوند ساخت. این بود روزی که خداوند ساخت. روز نجات، روز بخشش. روز بخشش از گناهان. خدا شکر برای کلام زنده خداوند. عزیزان، کلیسای پادشاه ابدی رو در اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، یوتیوب به همه معرفی کنید. اگر کسی میخواد حضوری بیاد، کلیسای پادشاه ابدی، استیت واشنگتن، شهر سیاتل امریکا. آدرس میگیریم میاد. خدا شکر که بتونیم خدمتشون بکنیم. دو، اگر کسی میخواد ببخشه، بخشش یاد گرفت. اگه میخواد به کلیسای خداوند هدیه‌ای ببخشه به صورت نقدی، چه در ایرانه چه در خارج از ایرانه، با ما تماس بگیره. به سادگی در عرض چند دقیقه، چه در ایران باشید چه در خارج ایران باشید، میتونید هدایاتون رو و دهیکاتون رو به کلیسای پادشاه ابدی بدید که برای نشر کلام خداوند هزینه خواهد شد. و سه، کسی اگه میخواد براش دعا بشه، برای شفا، برای آزادی، شفای جسم و جان یا روح و روان، یا اگه کسی فکر میکنه نیروی تاریکی در زندگیشه، اگه فکر میکنه کسی براش دعا نوشتن، اگه فکر میکنه کسی دیگه تو زندگیشه، تو وجودش داره یه رقم دیگه بازی میکنه، یه نفر دیگه در وجودشه. دعا، جادو، طلسم، نیروهای تاریکی، با ما تماس بگیرید، به ما پیام بدید. من و همکارانم خواهند دید. در نهایت همه رو من نظارت خواهم کرد و با شما صحبت خواهم کرد. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که همیشه با ماست. میخوام با شما خداحافظی کنم. امروز 43 دقیقه صحبت کردم. معمولا بین 25 دقیقه تا 30 دقیقه صحبت میکنم، ولی امروز چون روز بخشش بود و هم روز جهانی شکلات، بذاریم بخشش مثل شکلات شیرین بشه، نه مثل عسل شیرین بشه. دوستتون دارم. تا دیداری دیگه، بدرود. I love you. Bye bye.